خدا قوت خسته نباشین با درس شیشم آموزش تجاری سازی تکنولوژی در خدمتونم درس شیشم عنوانش هست روی کردهای تکنولوژی طبق روال فصول گذشته ابتدا سعی میکنیم در مورد معنی کلمه روی کرد با هم دیگه صحبت بکنیم و بعدش میریم سراغ مباحث دیگه و در مورد روی کردهای تجاری سازی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد روی کرد به چه معنیه؟ و معنی روی کرد چی میتونه باشه یکم در مورد روی کرد فکر بکنیم روی کرد میشه مبنای جهتگیری ما نسبت به یک موضوع خاص ما وقتی میخوایم در مورد یک موضوع خاص جهتگیری داشته باشیم ابتدا باید روی کردمون در مورد اون موضوع مشخص باشه حالا میتونه روی های هر گروه متفاوت باشه یا روی های هر شخص نسبت به شخص دیگه‌ای متفاوت باشه پس جهدگیری نسبت به یک موضوع خاص رو میتونیم روی کرد بگیم و ما جهدگیری در مورد تصمیم سازی و تصمیم گیری های راهوردی و یا تکتیکی مد نظرمون هستش پس ما وقتی میخوایم در مورد تجاری سازی تصمیم گیری های راهبردی و یا تاکتیکی انجام بدیم نیاز هستش که ابتدا رویکردمون از تجاری سازی کاملا مشخص باشه و جهت در رابطه با تجاری سازی کاملا مشخص و روشن باشه پس روی کرد در واقع میشه جهتگیری نسبت به یک موضوع خاص پس روی کرده تجاری سازی در واقع میشه جهتگیری های خاصی که در مورد تجاری سازی وجود داره رو ما میخوایم مورد بررسی قرار بدیم و توجه کنیم بهش به طور کلی سه تا روی کرده مختلف در مورد تجاری سازی تعریف شده و مطرح شده که میخوایم با همدیگه اونها رو مرور کنیم و مورد بررسی قرار بدیم اولین روی کردی که در مورد تجاری سازی وجود داره روی کرد تجاری سازی همزمان هست و دیدگاه همزمانی نسبت به تجاری سازی با تحقیقات داره تو این روش به دنبال این هستش که تجاری سازی و تحقیقات رو به صورت همزمان انجام بده که در موردش صحبت خواهیم کرد. اما رویکرد بعدی که در موردش صحبت خواهیم کرد رویکرد تضمین تجاری سازی هست تو روی کرد تضمین تجاری سازی در واقع از ما تضمینی میخواد برای اینی که حتما تحقیقات و یا ایده که مد نظرمون هست به مرحله تجاری سازی برسه و بتونیم از اون کسب درآمد کنیم و رویکرد تجاری سازی دیگه ای که در مورد صحبت خواهیم کرد روی تجاری سازی واکنشی هست روی تجاری سازی واکنشی هم برای خودش روی کرد جالبی هست که ابتدا سعی میکنیم از روی تجاری سازی واکنشی شروع بکنیم و مبحث رو ادامه بدیم خب بریم سراغ روی تجاری سازی واکنشی در واقع روی تجاری سازی واکنشی به ما چی میخواد بگه؟ تو روی تجاری سازی واکنشی میگه که ما پس از اینکه تحقیقاتمون رو انجام دادیم و نتایجش رو به دست آوردیم و ملاحظات مربوط به مراحل تجاری سازی رو شروع میکنیم به چه صورت شما یه سری تحقیقات انجام میدین و یک سری نتایج به دست میارید حالا بعد از اینکه نتایج به دست اومد به نظرتون میاد که این قابلیت رو داره که اون تجاری سازی بشه و مورد توجه قرار بگیره و بریم به سمت اینی که بتونیم ازش پول در بیاریم بعد از این که به این نتایج رسیدیم میریم سراغ روی کرده تجاری سازی حالا این شیوه بیشتر مناسب چه تکنولوژی ها و یا چه ایده هایی هست این شیوه بیشتر مناسب تکنولوژی هایی است که به عنوان یک نتیجه فری در حین اجرای پروژه تحقیقاتی انجام میشه یعنی چی یعنی اینی که ما مثلا داریم تحقیقاتمون رو در مورد یک موضوع خاص انجام میدیم و بعد میای میبینیم که یه نتیجه جذاب دیگه هم به دست اومده و میتونیم اون رو هم ازش کسب درآمد بکنیم اگه بخوایم مثال بزنیم در رابطه با روی کردها میتونیم مثالی بزنیم با عنوان مثلا کشف پینیسیلین یا استفاده از اشعه ماکروویو کشف پینیسیلین که توسط یک دانشمند انجام شد خود آقای فلمینگ معتقده که جناب آقای الکساندر فلمینگ در واقع کاشف پینیسیلین هست که معتقده که کشف پینیسیلین یک رویداد تصادفیه چطور مطرح میکنه؟ ایشون میگه که وجود یک کپک در محیط کشت باکتری ها در آزمایشگاه ایشون باعث از بین رفتن باکتری ها شده بلا فاصله و بیدرنگ به اهمیت درمانی این رویداد پی برده حالا ایشون داشته تحقیقات دیگه ای انجام میداده ولی به واسطه اینی که پنجره اتاقش باز بوده حالا یه بخشی از اتاقش نور نمیخوره یا به هر دلیل دیگه ای یه بخشی از محل کشت باکتری ها پدیده کپک زدگی درش اتفاق میافته و آقای فلمینگ متوجه میشه که این کپک ها میتونن باکتری ها رو از بین ببرن و با توجه به این متوجه شدن که از طریق کمک کپک ها میتونن به داروی جادویی پنیسیلین دست پیدا بکنن داستان دقیقا همینطوریه ما برای یک هدف دیگه در حال تحقیقات هستیم اما به یک سری از نتایجی دست پیدا می که خود اون نتایج فرعی هم قابلیت تجاری سازی دارن و میتونه برای ما کسب درآمد داشته باشه پس یکی از روش های واکنشی در واقع روش های هست که نتایج تحقیقات به صورت اتفاقی یک نتیجه دیگه به ما میده و اون نتیجه تحقیقات نتایج دیگه میتونه برای ما کسب درآمد بکنه پس روی تجاری سازی واکنشی زمانی اتفاق میافته که ما به یک سری از نتایجی دست پیدا میکنیم که اصلا هدفمون به دست آوردن اون نتایج نبوده بلکه در خلال برنامه تحقیقاتیمون اون نتایج به دست اومده و اونها رو میتونیم جذب بکنیم پس باید مد نظرتون قرار بدین که خیلی اوقات میشه شما دارین سر یک موضوع دیگه تحقیقات میکنین اما یک سری نتایج دیگه هم به دستتون میرسه میتونید از اون نتایج هم استفاده های تجاری بکنین پس فراموش نکنین که همه ی نتایجی که به دست میاد میتونه مفید باشه بعضا حتی یه سریاشون میتونه مفید تر از نتایج تحقیقاتی که مد نظرتون هست باشه پس به همه ی نتایج تحقیقاتتون توجه بکنین و از اونها نهایت بهره رو ببرین یا برای مثال میتونیم مایکروویو رو بگیم این در واقع اشعه های هست که بیشتر در فضاهای آزمایشات فضایی یا در آزمایشات نظامی مورد استفاده قرار می گرفته که بعدش متوجه شدن میتونن از اشعه ماکروویو ماکروفیرهایی رو درست بکنن که ازش استفاده های مختلفی بشه انجام داد پس همیشه اینطوری نیستش که نتایج تحقیقات ما یا نتایج فرعی که در تحقیقات ما اتفاق میفته بی ارزشن یا ارزش جانبی دارن بعضا پیش میاد که نتایج جانبی آزمایشات ما ارزش های تجاری فوق زیادی دارن پس اینو حتما مد نظرتون قرار بدین که میتونین از نتایج تحقیقات جانبیتون هم کسب درآمد بکنین یا از ایده های جانبی که در کنار ایده های خودتون شکل میگیره میتونه درآمدزایی فوق ای داشته باشه خیلی اوقات پیش میاد که شما هدفتون یک کسب و کار دیگه هست که در جانب اون راه های دیگه کسب درآمدی رو پیدا میکنیم بعضی اوقات اون راه های فرعی از راه اصلی برای شما درآمد بیشتری داره مقاومت نکنین که حتما از راه اصلی درآمد داشته باشین بلکه تلاشتون رو بکنین تا از همه نتایجی که به دست میاد کسب درآمد کنیم بعضی اوقات نتایج فرعی و ایده های فرعی میتونه درامت های ای براتون داشته باشه پس دیدگاه واکنشی داشته باشین نسبت به تجاری سازی و سعی بکنین متناسب با نتایج تحقیقاتتون روی کردهای مختلفی نسبت به تجاری سازی ایده هاتون به دست بیارید خب اما روی کرده بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم چه روی کرده هست؟ روی کردی هست به عنوان تضمین تجاری سازی یا در واقع ازش به عنوان تحقیق قراردادی هم استفاده میشه این روش چه نوع روشی هست؟ این روش در واقع قبل از آغاز پروژه تحقیقاتی فعالیت های تجاری سازی که صورت گرفته و پس از اطمینان از این که فعالیت های تجاری سازی انجام میشه و عقد قرارداد با شرکای تجاری انجام میشه اون پروژه تحقیقاتی آغاز میشه به چه صورت هست اینطوری مثال بزنیم که من یه سری ایده های تجاری دارم که به نظرم موفقیت ها میذاره ولی خب خودم توانایی تحقیقات روش رو ندارم و نیازمند یک آزمایشگاه قوی و قدرتمند هستم میام چیکار میکنم؟ میام به یک نفر سرمایه گذار موفق یا یک شرکت موفق تو زمینه ایده ای خودم میرم صحبت میکنم و میگم اگر آقا من یه همچین ایده داشته باشم شما خریدار اون هستین یا خیر اگر اونها پذیرفتن ایده من رو میرم به سراغ یک آزمایشگاه قدرتمند میگم که من یه همچین ایده دارم و باید یه همچین آزمایشاتی روش انجام بشه و تضمینم میکنم که فلان مجموعه بیاد اینو بخره خب حالا که تا اینجا اتفاق افتاده پس طبیعی دیگه خریدار و تجاری سازی ایده تقریبا قطعی هست پس اون مرکز تحقیقاتی میاد و کارهای تحقیقاتی من رو انجام میده الان در دانشگاه علم و صنعت ایران داره یه همچین اتفاق میفته و در واقع تجاری سازی قراردادی داره اتفاق میفته و انجام میشه اونا تحقیقاتی رو که یقینا مشتری های خوبی براش هست رو میان و تحقیقات روش انجام میدن و تلاش میکنن تحقیقات تجاری سازی روش انجام بشه این دیدگاه خیلی دیدگاه جذاب و خوبیه ولی یه ولیایی هم داره دیگه باید به اون ولیه ها هم توجه بشه اون ولیا چی هست این هستش که شما باید قدرت در توانایی ارائه و پرزنت خیلی خوبی داشته باشین این قدرت و توانایی چیزی فراتر از قدرت و توانایی فروش محصولتون هست در واقع شما باید توانایی اینو داشته باشین که ایدهتون رو بفروشین این فروختن ایده کار تقریبا سختری هست و اینی که به یک ایده حالا خام یا پخته ولی در حد ایده هست خیلی کمتر کسی پیدا میشه که اون رو بخره ولی وقتی هم بخره شما با کمترین زحمت میتونیم به پول هنگفتی دست پیدا بکنیم پس روی کردی که وجود داره روی کرد تضمین تجاری سازی هست در واقع شما ایدهتون رو میرین اول میفروشین و تضمین میکنین که تجاری میشه بعد میرین با یک واحد تحقیقاتی و یا واحد دانشگاهی صحبت میکنیم و میگین تحقیقات لازم رو بر روش انجام بده با این تضمین که فلان مجموعه خریدار همچین ایده ای هستش رویکرد جذابیه اما سختی های خاص خودش رو هم داره ولی میتونید از این رویکرد هم برای تجاری سازی کردن ایده های خودتون و کسب درآمد از طریق ایده های خودتون داشته باشین و بتونین یک ایده رو به مرحله تجاری سازی برسونید مثالی در مورد تجاری سازی تزمینی هست اونم اینه که یک دانشگاه و یا مجموعه از شرکت‌های گذار تمامی هزینه‌های تحقیق و توسعه رو به شرط تضمین خرید توسط کارفرما تقبل میکنند و فرایند توسعه محصول و یا فناوری رو به عهده میگیرد یه مثالش رو من اونطوری زدم که شما یه ایده ای دارین که میرین دو طرف رو پرزنت میکنین و ازش انجام یه زمانی هم هست من کارفرما و من شرکتدار و کارخونه دار یه ایده ای تو ذهنم هست اما اون ایده تا زمانی که بخواد به پختگی برسه و به یک محصول کاربردی برسه نیازمند تحقیقات بسیار تخصصیه میام چیکار میکنم میرم با یک دانشگاه و یا یک مرکز تحقیقاتی تخصصی صحبت میکنم و در مورد ایدم بهش میگم و تضمین میکنم که در صورتی که این تحقیقات به صورت موفق انجام بشه خودم این ایده رو و این محصول رو ازتون میخرم اون موقع هست که دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی میاد تمام هزینه ها و تمام کارهایی که نیاز هست در فرایند تحقیق و سر به عهده میگیره با این تضمین که توسط کارفرما محصول یا فناوری مورد نظرش خریداری میشه یک ارتباطی بین مراکز تحقیقاتی و یا در واقع دانشگاه ها با صنعت ارتباط برقرار میکنه و اون ارتباط بینشون شامل فرایندهای تجاری سازی خواهد شد خب از یه طرف ما سعی میکنیم در بخش های دانشگاهی مدیریت دانش رو داشته باشیم به منظور توسعه دانش در بخش صنعتیمون هم مدیریت دانش رو داریم به منظور کسب سود وقتی این دو با همدیگه مخلوط بشن ناحیه به وجود میاد که منجر به تجاری سازی ایده هامون میشه پس ما باید در این رویکرد بدونیم که دقیقا هدف هر کدوم از بخش ها چی هست و وظایف هر کدوم از بخش ها به چه صورت میتونه باشه اما تفاوتی که وجود داره در بخش دانشگاهی معمولا انتشار اطلاعات به صورت باز و آزادانه است ولی در بخش کسب و کار چون میخوان ازش پول در بیارن انتشار عمومیش محدود هست پس باید این از طریق یک قرارداد تضمینی بین دو نفر و بین دو تا مجموعه تعیین بشه که این انتشار اطلاعات باید به چه صورت اتفاق بیفته و تا چه حدیش رو دانشگاه و بخش‌های تحقیقاتی میتونن انتشار بدن و چه بخشی به بعدش رو فقط مختص کارفرماست و کارفرما میتونه از اون کسب درآمد بکنه اما رویکرد بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم رویکردی هست در رابطه با رویکرد تجاری سازی همزمان تو این رویکرد ما در مورد این صحبت میکنیم که قبل از آغاز پروژه تحقیقاتی فعالیت های تجاری سازی هم آغاز میشه و همزمان با انجام پروژه های تحقیقاتی روش ها و فرایند های تجاری سازی هم به صورت موازی و به مرحله به مرحله تکمیل میشه و ادامه پیدا میکنه چه جوری هست می مثلا اینطوری بگیم که یه ایده شما تو ذهنتون دارین که هنوز خامه همزمان که ایده تون رو دارین پخته میکنین میاین و میگردین و تحقیقات بازارتون رو هم شروع میکنین تحقیقات بازار میبینیم بازار ششکدی مخاطباش کیا هستند و رقبا کیا هستند محصولات رقیب چی هست شما مزیت رقابتیتون چی میتونه باشه و الاخ بعد که وارد فاز تولید آزمایشی میشیم باز فاز مثلا بازاریابی همزمان تجاری سازی رو هم شروع میکنیم میگین اگه همچی محصولی باشه چه کسایی ازش استفاده میکنن یا میبرین به یه سری از افراد میدیم محصول رو تست بکنن نظرشون رو میگیریم فیدبک هاشو میگیریم آخر همینطوری گام به گام مراحل با همدیگه جلو میره تا یک محصول موفق تجاری شکل بگیره یکی از مشهورترین اونها مدل تجاری گلد هست که در در واقع این مدل گلد اسمیت در واقع گام به گام و قدم به قدم همراه با فرایندهای تجاری سازی اومده فرایندهای تحقیقات رو هم مورد بررسی قرار داده که در دو فصل آینده در مورد مدل مختلف تجاری سازی که صحبت میکنیم یک توضیح مفصل در مورد مدل تجاری سازی گلد اسمیت هم میدیم خب تا اینجا اومدیم گفتیم که سه تا روی کرد داریم در تجاری سازی تجاری سازی واکنشی، تجاری سازی تزمینی و تجاری سازی همزمان و در مورد هر کدومش هم اومدیم توضیحاتی دادیم که هر کدومشون چه ویژگی هایی دارن و چه زمانی ازشون استفاده میشه نکته که مورد سوال هست اینه که تجاری سازی چه زمانی افراد متوجه میشن که یک تکنولوژی توانایی تجاری سازی رو داره اداره کردن فرایند تجاری سازی همزمان در یک محیط تحقیقاتی نیازمند یک روش بسیار سیستماتیکه و محیطی با تیمهای متشکل از متخصصان مختلف رو نیازمنده. خب گفتیم چه جوری میفهمند خب برای اینی که میازمند نیازمند این هستند که یه تیم تشکیل بدیم با کلی متخصص و افراد توانمند و بگیم که آقا این افراد توانمند چه کسانی هستند و چه کارهایی رو میتونن انجام بدن در واقع تجاری سازی همزمان اگه به درستی انجام بشه روش بسیار مفیدیه چرا چون که این استراتژی سازمانهای تحقیقاتی رو قادر میسازه که با توجه به کاهش قابل ملاحظه سیکل زمانی و توسعه و تجاری سازی بتونه خیلی سریع فرایندهاش رو رو به جلو ببره برای اینی که بتونه خیلی سریع این کار رو بکنه نیازمند این هستش که یه گروه کاری کامل و متخصص رو تشکیل بده که تو این گروه افراد با تخصصهای بسیار متنوعی مشغول به کار و فعالیت هستند. باید همگی بررسی و مفهوم های مختلف رو بتونن به صورت کامل مورد بررسی قرار بدن مفهوم های چون انکامپذیری، مراحل توسعه، طراحی فرایند، تست های مورد نیاز، مهندسی ساخت، برنامه ریزی، تبلیغات و و و و آخر همه این مفهوم ها رو باید به صورت کامل همه تیم با آشنایی داشته باشن و به فرد متخصص هر کدوم از این فرایند ها اختیار کامل داده بشه تا بتونیم مراحل تجاری سازی رو انجام بدیم. این روی تجاری سازی همزمان برای محیط های مناسب هست که هم افراد متخصص زیادی در اطراف سازمان وجود داره و در داخل سازمان وجود داره هم مراکز تحقیقاتی بسیار خوبی در سازمان وجود داره که بتونیم همه این کارها رو همزمان با همدیگه انجام بدیم برای این کار نیاز هستش که توالی کارها به صورت کامل مشخص بشه و اولویت بندی ها هم به صورت کامل مشخص بشه پس روش تجاری سازی همزمان بیشتر در سازمان های خیلی بزرگ و قدرتمند اتفاق میافته که بتونن در عین حال که همه کارها به صورت درست انجام میشه بتونن روند بسیار سریع انجام بشه و فرایند چند ماهه یا چند ساله رو خیلی کوتاهتر انجام بدن و محصول رو به تجاری سازی برسونن در مورد این صحبت کردیم که خیلی مهمه که بفهمیم چجوری جوری محصول قابلیت تجاری سازی رو دار. چیزی که در همه روی کردها مشترک است و دارای اهمیت بسیار ویژه‌ای هست اینه که سازمان‌های تحقیقاتی حالا چه دانشگاه ها چه مراکز تحقیقاتی و چه مراکز تحقیقاتی داخل سازمان ها قبل از تجاری سازی بتونن متوجه بشن دستاوردهای تحقیقاتیشون پتانسیل تجاری سازی داره و توانایی اینی که از این محصول پول در بیارن رو داره مهمترین مشکلی که همه دارن اینه که نمیدونن این ایده، این تحقیقات، این دستاوردها تجاری میشه و اگه تجاری میشه آیا اون پتانسیلی که ما مد نظرمون هست رو داره یا نه خب به نظر شما چیکار باید کرد؟ باید چه استانداردهایی رو رعایت کرد تا مطمئن بشیم میتونه دستاوردهای رو تجاری بکنه؟ نکتهی که هست اینه که ما اول باید مد نظرمون قرار بدیم که چیزی داریم به عنوان دره مرگ پس باید با علم بر اینی که دره در مرگی وجود داره بدونیم احتمال شکست هم وجود داره حالا با توجه به اینی که احتمال شکست وجود داره باید یه سری استانداردها رو مد نظر قرار بدیم برای اینی که پتانسیل نوآوریمون رو ارزیابی بکنیم که ببینیم میتونیم در تجاری سازی موفق بشیم یا نه سه عمل اصلی رو باید مد نظر قرار بدیم اولش این که اون تحقیقاتی که انجام دادیم آیا محصولی که تولید شده و محصولی که انتخاب کردیم آیا استانداردهای فنیمون رو داره نه تنها استانداردهای فنی ما بلکه استانداردهای فنی بازار رو داره این نکته مهمی است که ما محصولی رو که میخوایم در بازار ارائه بدیم استانداردهای فنی رو داشته باشه یعنی حداقل هایی که در بازار فراهم هست رو داشته باشه وقتی استانداردهای فنی رو داشته باشه میریم سراغ اینی که ببینیم کارایی که داره مفید و مورد تایید مشتریان هست یا نه پس بعد از اینکه که استانداردهای فنی رو کسب کردیم میریم سراغ اینی که کارایی هاش رو بررسی کنیم و ببینیم مورد تایید هست یا نیست. خب استانداردهای فنی رو داره کارایی های مورد نظرمون رو داره باید یه کاری هم بکنیم که اون رو محافظت کنیم تا رقبای بزرگتر تا افراد دیگه نیان و اون رو از ما ندوزن پس باید بریم سراغ اینی که حق مالکیت معنوی و فکری اون رو هم بخریم و ثبت پتنت کنیم پس وارد این فاز شدیم که برای ارزیابی نیازمند این هستیم که هم بتونیم استانداردهای فنی رو کسب بکنیم هم کارایی های مورد نظرمون رو داشته باشیم هم حق مالکیت فکری و معنویمون رو داشته باشیم همه اینها رو داریم ولی باز احتمال شکستمون هست برای اینکه احتمال شکستمون کمتر بشه چی کار باید بکنیم برای اینکه احتمال شکستمون کمتر بشه میتونیم بر اساس یک استاندارد خاصی وارد بازار بشیم مثلا چی کار کنیم مثلا در واقع بیایم اینطوری کنیم که از کناره های بازار شروع کنیم و وارد بشیم خیلی اوقات هستش که میگن حضور پرقدرت تاثیر داره خیلی اوقات هستش که ما واقعا نمیدونیم که محصولاتمون و یا محصولی رو که داریم وارد میکنیم به چه صورت هست پس چیکار میکنیم میایم از کناره های بازار شروع میکنیم در واقع میایم یک گوشه از بازار رو میگیریم و وارد بازار میشیم که اصطلاحا تو بازار یابی نوین ازش به عنوان نیچ مارکت یاد میشه میگه یه گوشه بازار رو بگیر بیا جلو تا ببین هر چقدر که بازار بهت اجازه داد فضای بیشتری رو برای خودت نشون بده وقتی که از کناره بازار شروع کردی و یک نیچ مارکت رو توش موفق بودی میای وارد بازار اصلی میشی بعد از اینکه وارد بازار اصلی شدی سعی میکنی برای مشتری ها جذابیت بیشتری رو به وجود بیاری پس افزایش جذابیت برای مشتری بعد از اینکه جذابیت های مورد نیاز مشتری رو هم پیدا کردی میای محصولات جذاب رو به مشتری انتقال میدی وقتی این جذابیت ها رو به مشتریات انتقال میدی در واقع وارد رقابت شدی سعی میکنی این جذابیت ها رو چنان برای مشتریات بدیهی بکنی که همه به دنبال یه همچین محصولاتی با همچین جذابیت های بیفتن پس مشتریات هم وارد رقابتی میشن که شما به راه انداختی خب وقتی هم که شروع میکنی به رقابت کردن و سعی میکنی مشتری ها رو با استانداردهایی هایی که تو ارائه دادی مطابقت پیدا کنه بونگاه های بزرگ هم واکنش نشون میدن پس واکنش بونگاه های قوی تر هم مواجه میشی بعد از اینکه با واکنش بونگاه های قوی تر هم مواجه شدی دیگه در فضای تجاری سازی هستی و باید رقابت کنی تنوع محصول ایجاد بکنی و الی آخر در واقع بعد از اینکه میخوای پتانسیل بازارت رو و پتانسیل محصولت رو به دست بیاری باید اول این سه تا معیار رو که در موردش صحبت کردیم رعایت بکنی و بعد قدم به قدم بیای و وارد بشی تا برسی به اینجایی که بنگاه های قوی تو رو جدی بگیرن و تلاش در تجاری سازی وارد کسب و کار واقعی باشی ما تو مرحله رشد گفتیم وارد کسب و کار واقعی شدن دقیقا این مرحله هست که ما وارد کسب و کار واقعی میشیم و وارد دنیای رقابت میشیم با توجه به چیزهایی که گفتیم فکر میکنم کافی باشه که بریم سراغ فرایندهای تجاری درس بعدی ما در مورد فرایندهای تجاری سازی خواهد بود بریم ببینیم درس بعدیمون چه چیزهایی رو میخواد بهمون یاد بده